به نام یاد خدا، درود و سلام خدمت یک و یک شما عزیزان دل. امیدوار هستم که لباس عافیت به تن داشته باشین. خوشحال هستم که باز هم با همکارم رامین شارق در خدمت شما با پرنیا قرار دارم و امیدوار هستم که تا آخر برنامه ما را همراه باشین. سلام رامین جان. سلام بر شما و سلام مرا هم پذیرا شنید. امیدوار هستم که جور صحتمند باشید. برنامه پرنیا هست و باز هم طبق معمول و در بخش مهمان هم فواد فرهنگ را در برنامه با خود داریم که جوان موفق هستند که تازه به نویسندگی و نوشتن شعر آغاز کردند. آقای فرهنگ خوش آمدین. سلامت باشین خواهر عزیز، همچنان برادر عزیز. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام کارمندان خوب شما و همچنان آن دست کسانی که مرا بیننده هستند از طریق تلویزیونی سبا. تشکر میکنیم و بسیار خوش آمدین. آقای فرهنگ، در نخست از تحصیلاتتون بگوین، از فعالیتاتون میشه بگوین. ما دانشجوی دانشکده حقوق هستم در یکی از دانشگاه‌های خصوصی و همچنان سال سوم است و بیشتر در بخش نویسندگی هم گفتن که آغاز کردم. بله بله، بخش نویسندگی خصوصا من علاقه زیادی بر شعر و نویسندگی دارم. همون گونه که حقوق هم یک وابستگی به ادبیات داره کاملا. ما نمیگویم بر حقوق برچسب بودیم به سیاست و احساسی درونی است. اگر شعر و نویسندگی امو احساس درونی انسان است، ما باورمند امو احساس درونی هستیم که ما شعر و شعرگوی را آغاز کردیم و آلی اگان بار اگان بار شعر می سراییم و همچنان در کارهایی که میکنم فعلا در یکی از انجمنهای امو دانشگاه است که عضو هستم بر فعالیت های فرهنگی خود را ادامه میدم. تا حال دیگه مصروف فعالیت های فرهنگی و مصروف درس. بسیار خوب. آقای فرهنگ، چی وقت خواستین که اولین شعرتان را نوشته بکنین و چی انگیزه شد که شما بخواین شعر نوشته بکنین؟ خب اولین باری که من به سرایدن شعر آغاز کردم دوره مکتب بود که من صنف 8 تا 9 بودم. دو دوران بود، اما یک حس عجیب بر مرخ می داد. بعد حالت که اما احساس که من نمی تونستم بدون کرده به زبان برادرم می گفتم شعر را. تقریبا من 5 سال پناهی یا پتکی از فامیل، از دوستان، حتی از دوستان خود می گفتم، می سراییدم، باز او را به کس نشان نمی دادم. زمانی که من از صنف 12 فارغ شدم و آمدم در شروع بر تحصیل کردم، این باعث شد که یک تعداد با محیطی با کابل و با زیادتر با استادان بزرگ و حتی پدر برادرها که خبر شدن ما را بسیار تشویق کردن. ما را گفتن که تو میتوانی، همیشه تو بچه لایقی هستی، تو کوشش کن، چی در رسای شعر تو در همه عرصه ها اصلاها پیش خدم هستی. همون بود که من شعر را آغاز کردم. آقای فرهنگ، کدام نوع شعر نوشته می کنین؟ شعر البته ما اولین باری که شعر را به سرایدن آغاز کردم شعری 4 بیتی بود. شعر سپید البته آغاز اشعارم شعر سپید است، بعد 4 بیتی، بعد غزل. غزل زیادتر خوش دارم که در قالب غزل شعر بودم. از آقای فرهنگ، کتاب خواندن چقدر میتونه که یک جوان با موفقیت برسانه و همچنان در پهلویزی که شما نویسندگی را آغاز کردین چقدر در بخش نویسندگی هم اهمیت داره؟ تشکر بیادر، بسیار سوال خوبی کردین. کتاب ما اگر به طور کلی صحبت کنیم که به طور فردی نباشه، کتاب خوانی در واقع یکی از شاخصه های مهم و اساسی یک جامعه مترقی و متمدن، اما داشتن فرهنگ کتابخانی و داشتن جوانان هدفمند، جوانان با انگیزه اما محیط می باشد. زمانی که ما اگر یک جامعه مترقی و متمدن داشته باشیم، باید لازم و ضروری است که ما همی کتابخانی و فرهنگ کتابخانی باعث می شود که ما جامعه عاری از بدبختی و عاری از خشونت داشته باشیم. بله. خب آقای فرهنگ، خودتان شعرهای کی را میخوانین و بیشتر علاقه‌مند کدام شاعران هستید؟ اشعاری معاصر که شاعرهای
معاصر ما بگیم از استاد خیلی الله خلیلی بسیار شاعر زبردست توانای کشور ما است و همچنان اشعار نسل نوینی که حال ما بگویم اشعار شعر بروار گرامی سمیع حامد اینا بسیار اشعار نوی می سرایند خصوصا اشعارشون غزلیاتشون و همه شعرشون هم در عرصه نمو جامعه نه که همو بدبختی هایی که در جامعه است همچنان اشعارشان زیادتر حماسی است و اشعار غزل های بسیار ناب بسارن زیادتر خوش دارن و همچنان اشعار شعرهای قدیم که مثل مولانا سعدی شیرازی شیرین سخن دیگر اشعاری ما با معاصر بگیم سهراب سپهری، سیمین بهبهانی بسیار اشعار ناب سرودن اونا رو بسیار همیشه میخوانم کتابایشان ما آقای فرهنگ ببخشید که در میان صحبتاتان مداخله کردم میخواستم پرسان بکنم که قسمی که شما گفتین که شعرهای شاعران را میخوانید و همچنان بعضشان گفتین که شعرشان یعنی ناب است پس به نظر شما آنچه که شعر میتونه که پرتاثیر بسازه و همچنان میتونه که خواننده را به خود جذب بکنه یعنی کدام عمل کرد کدام شیوه را باید استفاده بکنن در شعر چی میتونه که باشه خب در شعر اشعاری که مثلا بسیار مجذوب انسان مثلا انسان مجذوب مثلا مجذوب خود میسازه اما برگرفته از امو پدیده های اجتماعی است که در شعرش بازتاب میدهد اما بنابر هم ملحوظ ما یک شعری خوب یک شعری امو دلپذیر را ما گفته میتونیم که امو شعر است که پدیده های اجتماعی همش درج باشه در شعر عشق باشه محبت باشه عاطفه باشه اخلاق باشه همه موضوع آقای فرهنگ از دید شما شعر چی هست و یک تعریف اگر کوتاه داشته باشیم و در پلویش اگر یک نمونه از چهار بیتیتون یا از شعرتون میشه دکلم بکنید تشکر شعر ما تعریفی خاصی برای شعر داشته باشیم نداریم به خاطری که این شعر کی است مو احساسی درونی انسان احساس و عواطفی درونی انسان است که از دل برمیخیزه به زبان میآید ما امو احساسی درونی انسان را ما شعر گفته میتونیم و ما امو تعریفی اگر خواست داشته باشیم بر شعر امو احساسی درونی انسان است که از دل برمیخیزه و به زبان جاری میشه امو را ما شعر میگم چه خوب است که شعر ما یک شعر چند وقت پیش که دیگه را نسرودیم در باره مادر است امو شعر برایتان میسرایم خوب است بفرمایید ما مادرم هر لحظه یادم میکند با دلی پرغسته شادم میکند مادرم عشقت نهفته در دلم دوریت هر لحظه آبم میکند مادرم گر پیش من باشی تو دور این اتاق تنگ از آبم میکند مادرم مرهم بود بر زخم من با دل آلایی او خوابم میکند مادرم عشقت چرا در گونه ات دیدنی عشقت کبابم میکند مادرم با بوسه ای از گونه ام یادی از وقتی شبابم میکند مادرم با آن صدای نازکش هم صدا با سازی ربابم میکند مادرم من هم گناهی داشتم گر نبخشیدی آن هم جوابم میکند بسیار عالی خب آقای فرهنگ میخوایم بپرسم که دوستایتان چقدر تشویقتان میکنه و چقدر احساس علاقه مندی نشان میده در مقابل ازی که در مقابل نوشته هایتان و همچنان شعرهایی را که نوشته میکنین همیشه دوستای بیرونی یا دوستای داخل خانوادگی که بله. میتونم من پدر من برادر است برادرای عزیزم است همیشون تشویق میکنن همیشون شعرهای من میپسندن چی از زیادتر از صفحه فیسبوک همیشه میپذیرن اشعار ما خصوصا در صنف که میباشم همیشه اشعار ما میخونن دوست دارن که هر روزی که برام میگه که از یک بیتی از اشعار تا بخونم که ما کمی همی خستگی ما رفت شد با ما ملحوظ خصوصا دوستای دانشجویی و برادرها خصوصا برادری کلانم فرشید فطرت اگر مرا میبیند بسیار همیشه مرا تشویق میکنه همچنان ارشاد فرهاد دیگه
بله دقیقاً که یعنی دقیقاً که بنفشه تشویق چقدر میتونه که یک جوان با موفقیت برسانه. واقعیت هم که دوستای خوب میتونه که زودتر جوان را تشویق بکنه و دوست و رفیق خود را بتونه که با موفقیت برسه. خوب فرهنگ عزیز، ایتا هدف دارین که نوشته هایتون یک اثر چاپ بکنین تا بال تصمیم گرفتین؟ برای تصمیم انشاءالله ما قرار است که دوره دانشجویی ما خلاص کنم، دوره لیسانس را بعدا انشاءالله تصمیم جدی و کاملی است که امی اشعاری که دارم به چاپ برسه بعد از خلاص کردن دوره لیسانس. بسیار خوب رامی جان، خوب است که یک شعر دیگه خودم دکلمه بکنم. خوب است اگر دکلمه یک شعر تانه داشته باشیم. مشکل نداره، براتون میگم. ناتوانم سخن از زمزمه خیش بگم، سخن از آن دل بیچاره درویش بگم. ناتوانم با آن کس که زیپا افتاده، قصه عشق و پر از مهر کم و بیش بگم. ناتوانم که در این راه خطردا و دراز، غزل و شعر و ترانه به هم کیش بگم. ناتوانم با همه داشتن قول قرار، سخن از غفلت و ناکارگی خیش بگم. بسیار مقبول، بسیار عالی. سلامت باشین، افتخار بخشیدین که در برنامه حضور پیدا کردین. همچنان پیام آخرتان داشته. بله، که همیشه پیام شما می داشته باشین. بله. خب، پیام یک پیامی البته خاص نه، عام‌تر بگم به تمام جوانا، نوجوانا و خصوصا به تمام ملتی رنج دیده و ضعیف و بیچاره افغانستان هم پیام ایست که همیشه کوشش کنند، تلاش کنند، زحمت بکشند. اگر شکستی میخورند، خصوصا ما پیام بر جوان هاست که اگر شکستی میخورند باید شکستشان موفقیت بدانند. پشت هر شکست موفقیت است و ما اگر تلاش کنند، تلاش را ما همیشه در چی در آموزه های دینی، چی ما اگر قرآن پاک را اگر ورق بزنیم بخونیم، همیشه بزرگترین کتابی که ما را انگیزه می‌ده قرآن پاک است. ما یکی از آیات قرآن کریم که بسیار همیشه باید یک جوان او را بخونه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند جل جلاله سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمیدهد جز اینکه خودشان خود را تغییر میدهند. با مبنای امی آیت هر کس پیش برود انشاءالله موفق و کامیاب میشه، همیشه پشت کار، هدفمند و انگیزه مثبت داشته باشین تا اینکه موفق و کامگار باشین و برای آیندهتان و برای آینده کشورتان یک الگو باشین. سلامت باشین. سپاس آقای فرهنگ از دورتان در برنامه و تشکر میکنیم از شما بیننده های عزیز.